سلام و به یکی دیگه از ویدیوهای کانال آدمیرال خوش آمدید. از حدود 18 ماه گذشته، ایالات متحده و اوکراین با هم در تلاش بودند تا جنگنده‌های نیروی هوایی اوکراین که ساخت شوروی هستند را به تسلیحات پیشرفته آمریکایی تجهیز کنند. در 20 سپتامبر 2022 نیروی هوایی اوکراین با اعلام به کارگیری موشک‌های سریع و ضد رادار AGM-88 ساخت آمریکا توجه کارشناسان نظامی را به خود جلب کرد. این موشک‌ها از روی جنگنده‌های میگ 29 و سوخوی 27 به رادارهای پدافند هوایی روسیه شلیک و سبب شد هواپیماهای اوکراینی بتوانند با حاشیه امن بالاتری در جبهه‌ها به عملیات بپردازند. در اواخر سال گذشته میلادی، ایالات متحده اعلام کرد به اوکراین سلاح‌های هدایت دقیق موسوم به جی دم را ارائه خواهد داد. این تسلیحات ابزاری سری و کارا در اختیار اوکراین قرار می‌دهد تا این کشور بتواند برای انجام مأموریت‌های بمباران هوایی هدایت دقیق از سیگنال‌های ماهواره‌ای GPS استفاده کند. اما یک گزارش در نشریه پولیتیکو بیانگر این موضوع است که دولت ایالات متحده پس از 4 ماه تلاش در نهایت به این نتیجه رسیده که این بمب‌ها کاملا تحت تأثیر سامانه‌های جنگ الکترونیک روسیه قرار گرفته و کارایی خود را از دست دادند. ما در این ویدیو به بررسی این موضوع می‌پردازیم و دلایل احتمالی که کارشناسان برای این شکست تکنولوژیک آمریکا در برابر روسیه متصورند را تشریح می‌کنیم. با ما همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال آدمیرال رو سابسکرایب کنید و با اشتراک گذاری و لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید. جی دم نمونه جالبی از ارتقای تسلیحات قدیمی و کمتر پیشرفته از طریق فناوری‌های مدرن است. این سیستم یک بسته شامل گیرنده GPS، پردازنده رایانه‌ای و بالک‌های قابل کنترل بوده که می‌تواند با هزینه اندکی روی بمب‌های غیر هدایت شونده مانند بمب 220 کیلوگرمی MK82، بمب 450 کیلوگرمی MK83 و بمب 900 کیلوگرمی MK84 نصب شود. نتیجه نهایی این ترکیب تسلیحات هدایت شونده بسیار دقیقی است که قادرند اهداف را با کمترین میزان خطا مورد اصابت قرار دهند. اما با وجود اینکه این بمب‌ها در تست‌های ارتش آمریکا بسیار موفق بودند، گزارشات اخیر نشان می‌دهد جی دم‌های تحویل داده شده به اوکراین در میدان نبرد نرخ بسیار پایینی در اصابت به اهداف داشتند که سبب بروز سوالاتی در مورد دلیل این مسئله در محافل نظامی شده. شلیک بمب‌های جی دم از روی جنگنده دقیقاً به همان شکلی است که در مورد دیگر بمب‌ها انجام می‌شود. هنگامی که هواپیما به ارتفاع مناسبی رسید، خلبان مختصات GPS هدف زمینی را به سامانه کامپیوتری جی دم می‌دهد. به طور معمول هواپیما ارتفاع بیشتری می‌گیرد تا پس از رهاسازی بمب بتواند با بالک‌های خود در آسمان مانند گلایدر سر خورده و مسافت بیشتری را طی کند. بعد از رهاسازی بمب مستقیماً به سمت مختصات مشخص شده پرواز و از بالک‌های خود برای اصلاح مسیر استفاده می‌کند. معمولاً این بمب‌ها با دقتی در حدود 4 متر به هدف ضربه می‌زنند، اما در اوکراین دقت بمب‌ها بسیار پایین بوده. طبق اسناد محرمانه دولتی آمریکا که اخیراً درس کرده، دلیل این ناکامی به تاکتیک‌های جنگ الکترونیکی روسیه به ویژه مسدودسازی رادیویی نسبت داده شده.
همین مسئله به نظر می رسد که در مورد موشک های هدایت شونده از جمله موشک های GMLRS که توسط کامیون های M142 لانچ می شود نیز صدق می کند. گزارش شده پارازیت های جنگ الکترونیک روسیه به طور مکرر سبب می شود تا جیدم ها که از یک کیت الحاقی برای تبدیل بمب های هوایی معمولی به سلاح های دقیق استفاده می کند در جنگ اوکراین اثر بخشی خود را از دست بدهند. این ادعا از سوی بسیاری از کارشناسان مورد قبول واقع شده، زیرا همکنون روسیه به عنوان قدرتمندترین کشور در جهان در زمینه مداخله در ارتباطات جنگی شناخته می شود. ارتش روسیه به شدت از استفاده غرب از تسلیحات هدایت شونده دقیق به ویژه بمب‌هایی که توسط ماهواره هدایت می شود نگران بوده و تلاش قابل توجهی برای مقابله با این مزیت رقیب انجام داده. روسیه در توسعه فناوری جمینگ یا همان مسدود سازی GPS پیشتاز بوده و 5 تیپ جنگ الکترونیکی برای این هدف در میدان جنگ دارد. اخیراً یک گزارش محرمانه وزارت دفاع آمریکا با عنوان چرا تسلیحات جیدم ناکام هستند درس کرده که علل اثر بخشی پایین این بمب‌ها را در جنگ اوکراین بررسی می‌کند. این سند دو دلیل احتمالی را برای عدم عملکرد مناسب بمب‌ها شناسایی کرده. دلیل اول ممکن است این باشد که فیوزهای بمب به درستی فعال نشده باشند. اگرچه در همین گزارش عنوان شده نیروی هوایی اوکراین این مشکل را کاملا حل کرده. دومین دلیل این بوده که ممکن است مشکلاتی در سیگنال‌های GPS ایجاد شده باشد که احتمالاً ناشی از تلاش‌های جمینگ روسیه باشد. روسیه به طور مکرر از جمینگ GPS در مرزهای خود و حتی در کشورهای همسایه و مناطقی که نیروهای روسیه در نزدیکی آنها مستقر هستند استفاده می کند. به عنوان نمونه در تاریخ 20 دسامبر 2022 مجله وایرد گزارش داد سیگنال‌های GPS در تعدادی از شهرهای روسیه قطع شدند. که این مسئله می تواند واکنشی به حملات پهپادی اوکراین به پایگاه‌های هوایی روسیه بوده باشد تا پهپادهایی که برای رسیدن به اهدافشان از هدایت GPS استفاده می‌کنند را گمراه کند. پیش از این هم گزارش شده بود تداخل در سیستم موقعیت یابی با هدف حفاظت از پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه سبب اختلال در ارائه خدمات مربوط به GPS در مناطقی از کشورهایی چون ترکیه، لبنان، اسرائیل و قبرس شده. حتی در سال 2018 زمانی که پوتین برای شرکت در یک جلسه مشترک با رؤسای جمهور فرانسه و اوکراین به کیف سفر کرده بود نیز روسیه برای محافظت از رئیس جمهورش در برابر حملات پهپادی اقدام به انجام تداخل گسترده در این شهر کرده بود. در مورد رویدادهای اخیر در اوکراین و عدم موفقیت بمب‌های جیدم، سناریوی زیر که توسط مجله پاپیولار مکانیکس پیشنهاد شده منطقی به نظر می‌رسد. خلبان میگ اوکراینی که در یک مأموریت بمباران بوده، مختصات موقعیت یک هدف زمینی را به یک بمب جیدم می‌دهد. هنگامی که هواپیما به نزدیکی جبهه نیروهای روس میرسد، رادارهای دفاع هوایی روسیه حضور جنگنده را شناسایی و به واحدهای جنگ الکترونیک مجاور هشدار دادند. این واحدها هم دستگاه‌های جمینگ قدرتمند خود مانند کریسوکا 4، پل 21 ای یا R330 ZH که امواجی را در فرکانس GPS ساطع می کنند فعال کرده و سیگنال های رادیویی ماهواره ای را از بین بردند و در نتیجه بمبی که برای هدایت به سیگنال های GPS نیاز دارد گمراه و هدف خود را از دست داده. البته بمب‌های جیدم علاوه بر هدایت ماهواره‌ای یک سیستم ناوبری اینرسی یا INS را نیز به عنوان سامانه پشتیبان در اختیار دارند که انتظار می‌رود بتواند بمب را حداقل تا فاصله 27 متری هدف هدایت کند. این سطح از دقت تقریباً برای از بین بردن اهداف غیر سخت مانند ذخایر سوخت و مهمات و سایه نقلیه نظامی سبک، توپخانه و پیاده نظام دشمن کافی است.
یک احتمال این است که بمب‌های جیدم برای حمله به اهداف سخت مانند تانک‌ها و پناهگاه‌ها استفاده شده باشد که نیاز به اصابت دقیق دارد و هدایت اینرسی قادر به ارائه آن نیست. احتمال دیگر این است که جت‌های جنگنده اوکراینی که از جیدم استفاده می‌کنند قابلیت پشتیبانی هدایت اینرسی را نداشته باشند. احتمال سوم هم میتواند این باشد که بمب‌ها از ارتفاع نسبتاً پایینی رها شده باشند که مسافت کافی برای اصلاح مسیر پس از دست دادن سیگنال جی پی اس را نداشته و از لحاظ فنی قادر به نزدیک شدن به هدف نبودند. گزارش درس کرده دیگری نیز نشان می‌دهد مشکلات سیگنال جی پی اس روی سیستم‌های پرتاب چندگانه موشک موسوم به MLRS اوکراین نیز به شدت اثر گذاشته. این گزارش‌ها نگرانی‌هایی را درباره توان اوکراین برای دفاع از حریم هوایی خود و بازپسگیری سرزمین‌های اشغال شده برانگیخته، به نحوی که سبب شده پنتاگون دست به انجام تحقیقات گسترده‌تر در این زمینه بزند. تکنولوژی پیشرفته جنگ الکترونیک و اپراتورهای ماهر روسیه به روش‌های مختلفی سیگنال‌های جی پی اس از جمله سیگنال‌هایی که توسط پهپادهای اوکراینی برای مکانیابی و هدفگیری اهداف روسی استفاده می‌شود را مختل می‌کند. یک مقام اطلاعاتی اوکراین هم به وجود پارازیت شدید جی پی اس در مناطق خاص از اوکراین از آن و اعلام کرده نیروهای روس به مخابرات راداری پهپادهای اوکراین دست یافته و قابلیت نیروهای اوکراینی در شناسایی توپخانه‌های روسیه را مختل کرده‌اند. حتی کارشناسان نظامی غرب تایید کردند روسیه توانایی مسدودسازی دقیق سیگنال‌های جی پی اس در برخی مناطق همچون شمال نروژ را دارد، بدون اینکه حتی سیستم ناوبری ماهواره‌ای اختصاصی این کشور یعنی گلوناس تحت تأثیر قرار گیرد. شما در مورد دلیل عملکرد پایین بمب‌های هدایت شونده آمریکایی در اوکراین چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما روسیه در زمینه جنگ الکترونیک در چه جایگاهی قرار دارد و آیا قادر است عملکرد سلاح‌های آمریکایی را تحت تأثیر قرار دهد؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها با ما در میان بگذارید. همچنین ما پیش از این در مورد سیستم‌های هدایت موشک یک ویدیو در کانال آدمیرال منتشر کردیم که تماشای آن را به شما توصیه می‌کنیم. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.